علیکم جناب مهندس کل شرکت خودروسازی. بلند شو ببینم. اتو هم بلند شو ببینم. چی شده؟ این شروبرو چی بود سرشه به من میگفتی ها؟ کدوم شروبرو؟ منو نگاه. گفتی فلک فرش کن بودی آره؟ فلک فرش کن واو داره. چی شده؟ ادبه بیچر بیاد بی‌نزاکت. به مادر داری درو بگی ها؟ مامانو کن. مامانو کن. نبود قدمو نمیرسه. برو بالا. باشه بابامو. برو بالا. چی رو پایی بزنه؟ پایی دیده بودم. چه دختری. چه خالی هایی واسه دختره بسته بودن. بذارم مهندسه، اله، بله. کدوم دختر؟ میگم رویا بود. چه فرقی میکنه چه کدوم دختر باشه؟ چی جواب مردم من بدم؟ ما بی خیال، شما خودت الان خدا رو شکر بیکار شدی. همین دیگه. خب بخوای یه قوم عذاب قولی بشینی ور دل من؟ فرشید که نشسته، منم که دیگه بیکار شدم، سه نفری بشینیم یه قل دو قل بازی کنیم. آره؟ حالا من همون پلک پرچ کنم نیستم. همونه، منو آتیش نزن. یه اوم از شکم خودم بریدم ریختم تو شکم دانشگاه برای خودت کسی بشی. شده دیگه. پرچ کن. مهندس پولکی پرچ کن. بزنم پرچت کنم به همین تق بچه. پرچت کنم. پرچت کنم. پرچت کنم. پرچت کنم. ماما کجا میدی؟ مامان خیلی به هم ریخته است. چیه مامان برگشتی؟ اون قرص رو دیشب خوردم، بردو بیار. مامان من اصلا غلط کردم قرص دادن دستت. حرف مفت نزن، تو کابینت وردار بیا. بابا اون نمیشه زیادی خورد، حالت خراب میشه. خب باشه باشه، یه دونه بیشتر نمیخوری. این گیر کرده، آب یادت نره. خوبه یه دونه آفر بده من بده ماما یه دونه. خب حالت بد میشه. بگی زیر گاز روشنه ها، من رفتم. این لجبازی و پافشاری بر اشتباه هست که شما را حقیر میکند. عذرخواهی نشانه بزرگی روح و عزت نفس است. این لجبازی و پافشاری بر اشتباه. چه خبرت هست خادم که جلوتو نگاه نمیکنی؟ عوض عذرخواهی کردنته؟ ببخشید که اول شما تنه زدی. لا اله الا الله. بعد میگن عذرخواهی نشانه بزرگی روح و عزت نفس است. خب نمیذارن که، نمیذارن. دهنم خوش بشه. فقط دهن دمه. چه قیامتی، صحرای محشر. می نویسم آقا، باشه نه این چارسو. کی گفته به شما چارسو بیایید؟ بگو آقا. خامیدن. اینجا صفی ها، هرکی به هرکی نیست. صف چیه؟ برو مگه صفی شیره؟ صفی آجا قاب. آجا قاب صفی شو. بیاییدیم من ببینم. سلام علیکم خانم. آرسو خوبه؟ خوب هستین؟ آقا همین یه سرش انداخته پایین بدون نوبت میره. بدون نوبت چیه خانم؟ میشناسین شما اصلا؟ هر کی میخواد باشه. همه کاری اینجاست. خب زودتر میگفت. خدای نامه منو برسونید. نامه منو برسونید. شلوغ نکنید، شلوغ نکنید. حالا بفرمایید. حالا ساکت باشید. حالا ساکت باشید. خیلی خوبه. بله بله بله. حالا خوبه دیگه. خیالت راحت باشه، نگران نباش. من حالم خوبه خوبه. سلام مامان جان، فقط امروز من از دعا فراموش نکنید. امروز یک روز ویژه است. دعا کن من رو دست ببرن کارم رو. انشالله که رو دست بلنده. زنده باشی. با اجازه. خیالم راحت. خداحافظ. خداحافظ. سلام خانم. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خسته نباشید. خسته باشید. دفعه که سالت شد از هاش خانم؟ الحمدلله خیلی بهترم. خیلی بهتر. شما خوبید؟ خوب بودن خوبم. این دهن وامونده خوش میشه. نه دور از شما. خب بفرمایید اینجا آب هست. از ما به زحمت. نه خواهش میکنم. بفرمایید. الان باز بفرمایید. الان میاد. بله.
اختیار دارید. اتفاقا من شرمنده هستم، عذرخواهی میکنم. یه خورده تند با شما برخورد کردم پشت تلفن. حلال کنید. حالا هفت پشت جد آبادتون باشه ایشالله. من کوتاهی کردم هاش خانم تنها بازشت. نه بازشتم. اختیار دارید. خواهش. چه خبر این بیرون امروز؟ میگه حاج آقا صفی شدین دیگه. چی شدم؟ صف کشیدم براتون. آه بله. حالا که صفیه یه تن بینوبت بر ما بذارین دیگه هاش آقا. اختیار دارید. اختیار دارید. روبروی خطر و چشم در چشم سر. من میگم یه خواهشی من از شما داشتم. من در خدمتم. بگم. بله راحت باشه. راحت. تمنا بکنم. چه بعضی هست آجا. با یه جوان مهندس تحصیل کرده بیکار. آخ چه اتفاق افته؟ شما دلتون خیلی پراز کنم. چرا نباشه آجا. یک اماد بالغ تا 50 سانتی‌متر میرسم. پای این وایسادم تا یه تحصیل کرده بار بیارم. اونم چی؟ مهندس. احسن درود بر شما. چی احسن دیگه؟ درود بر شما. این بیکاره که هر مدرک مهندسشو ببره دم نونوایی یه دونه لونه سنگک اونم بدون خاشگاش بهش بده. نمیده دیگه. بله. میدونی من چقدر دوندگی کردم تا توی راهسازی برای این کار پیدا کردم. اونم سر یه ساعت شرکت ورشکستی شد زرت اینا رو فله‌ای گله‌ای ریختم بیرون. چقدر دوباره دعا کردم، چقدر سر سجاده گریه ها کردم تا توی ماشین سازی یک کار پیدا کردم. اونم چه کاری؟ یک کارگر ساده. این شماره زمین باشید. این چی الان؟ یه پرچ میکنه دیگه. آها پلاک پرچ. من دارم پرچ میکنم. همین پرچ هم نذاشتن که این پرچ هم گرفتن الان داره خیابونا رو میتره. توتیاهای خار بلند حالا او را محاصره کردند و خار آنها. از آقا من میگم شما دامنم نداری. این دست من به این کت شما. خواهش میکنم. شما نفوذی هستی، با نفوذ، با اون کله گنده ها میپن. دست این بچه منم بگیر، خدا ایشالله دست تو رو بگیر. نه اون بالا خودش شاهده که من به غیر از اون به هیچ کس تو باها رو ننداختم. داشتم خوردم، نداشتم نخوردم، با همه خوب روزگار بد روزگارم ساختم. اما این بچه رو نمیتونم دست رو دست بذارم آینده این تباه بشه. من برای این بچه خودم همه کار میکنم، پیش هر سگ ناسگ. من متوجه هستم، اثر قرص و اینا هست. راحت باشی. نه متوجه شدم. من دنی کنیزی شما رو میکنم. دستشو بگیر. مامانی؟ ها؟ بابا رفت؟ آره داری میره. ما میخواستم باش خدافزی کنم. میخواستی کم زودتر پاشی. اینا والا چیو دید میزنی؟ مامانی بیاریم تو. شما یه زحمت بکشید به آقازاده بگید که فردا وزارت خونه دفتر من. اصلا برای چی فردا؟ همین امروز بگین پاشم بیان دفتر من. انشالله ببینیم چی کار میشه. سلامت باشی. میگم خودتو ناراحت نکنم. خوش. اگر شد شد، نشدم فدای این چند تار موی شما. بله. وقتی شما رو نگیرم آجا. وقتی شما نگیرم. خواهش کنم. با اجازه. خواهش کنم. بفرمایید مادر تنها. زنده باشی. نمک نخوره فقط. خیلی ممنون. برای سلامتی آقای وزیر صلوات. آقای دکتر تبریک عرض میکنم. با ما هم آره؟ یعنی چی با ما آره؟ چیه؟ پروانه جان بگو اینا رو بکشن پایین. حرفا چیه؟ این کارا چیه؟ دکتر جان خودجوش قربونت برم چربیه میزنی. خودجوش چیه اینه؟ تمام خبرگزاری هم پنگ شده. اصلا قرار نیست من وزیر. قطعیه آقا. من با شما شوخی دارم. جون میگم مگه من با شما شوخی دارم؟ جون یعنی چی جون؟ میگم مگه من با شما شوخی دارم؟ جون آقا من قرار نیست وزیر بشم. اینا همش شایعه است. لطفاً چک کنید. وزیر ما که باید حمایت
با کفایت، حمایت، حمایت، وزیر با کفایت، حمایت، وزیر با کفایت، حمایت، حمایت، وزیر با کفایت، حمایت. نمیدونی بیرون چه خبره، بابا رو سر دست بلند کردن بردنه. چی میخندی؟ سرما نمیخند، بیا برو یه چایی بذار، من با این کار دارم. حمایت. سلام مادر جان، صحبت بخیر باشه. برش برو بشه حاجی، واسه خواستگاری. علیکم سلام. واسه کار دیگه مادر، یه کار نونه آبدار واسه پیدا کردم. خوبی؟ سلام. پسرمه منم پسرم میگم. با چی کار داشتی؟ به تو چی؟ بله؟ نه با شما نیستم، با اینم. میگم به تو چی؟ من به حاج آقا چی گفتم؟ تو فقط برو. چی کارش داشتی؟ کار دنبال کار میگردم واسه. بسن دیگه مادر، بسن تو اینترنت عکسش میاد بالا. حاج آقا کمال شهری. امروز آقا فردا چیه؟ بهش چی میگفتی؟ چی حاج خانم؟ همینو میگم، به پسرم چی میگفتی؟ بهت میگم. نه به تو که گفتم، به حاج خانم میگم. من دیگه قاطی کردم. ببین من تا نیم ساعت دیگه زنگ بزنم خونه نباشی یا؟ آی باریکلا، اون کشور قشنگ رو بپوش. آی مادر قربونه بره، برو به سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ. خب چطوری؟ یواش یواش یواش. خوبی؟ خوشی؟ سرحالی؟ اینو چرا اینطوری بستی؟ بهت نمیاد اصلا. مگه نگفتم هر وقت با پسرم کار داشتی به خودم بگو ها؟ دیگه پیش اومد بود دیگه، پیش اومد دیگه. سخت نگیر بابا، سخت نگیر. یواش نیفتی. چی شد دوباره؟ آج آقا که دیروز به من زنگ زد، دلم هر ریخ پای. گفتم نکنه هل هلگی. رفتم آلت قتاله رو گذاشتم رو میز، اینم یه جعبه باقلوا رو خورد، بعدش هم مرد. خورد؟ مرد؟ نیشو تو ببن، نیشو صابوناتو بخور. من صابونامو خوردم. امرم سایت سنجش رو نگاه کنم ببینم جوابا اومده. برو خانم نازنین، برو. بشین هاش خانم، بشین واسه چای بیار. رفتم اون دنیا و برگشتم. خوب قالی کردی برگشتی، خبری نیست اونجا که. به به به، چای ایرانی، چای با همه یک رنگ. دست درد نکنه. خدا خیلی به من رحم کرد هاش خانم. مرگ و جلو چشام دیدم. از بس هاش خانم دعای خیلی پشت سر منه. من مردم و زنده شدم، دعای خیلی پشت سر توه. همون دیگه، دعای خیلی پشت سرم بود دیگه، مگر نه کارمو از دست میدادم دیگه. اگه میدونستم خودتو انقدر دوست داری، وزادتتو بیش کمال نمی کردم. وا چی شده داری میخندی؟ چه سالا نباشه آش خانم، یه قرص اعصاب انداختم بالا، اصلا نمیفهمم زمینم آسمونم کجا هستم. میگم عالمی هم داره، عالمی بیخیالی. آخ کاش که تو این دنیا غم و غصه نبود. به قول این جوونا، آی میترکوندیم، آی میترکوندیم. بابا نه دیگه، نه شکر رو نزن دیگه. تازه برگشتی، تو بمبلی حواس هم هست. آفر شیر رو بزر، شیر رو بزر. چی بود؟ چی بود؟ وزیر با حمایت، کفایت، کفایت، وزیر با کفایت، حمایت، حمایت، وزیر با حمایت، کفایت، کفایت، حمایت، وزیر با کفایت. سلام، سلام آقا. تو هم درگیرش؟ آقا فیلم رو دیدین؟ دکتر هست؟ بله، تنها هم بفهم. دکتر جان با اجازه. دکتر فیلم رو دیدی؟ این رو ولش کن، شما این نامه ها رو دیدی؟ آقا یه لحظه اجازه بدین اینجا رو شما نگاه کنید ببینید. به به، نگاه کن استقبال مردم رو نگاه دکتر. این که من هم بله دیگه، این خوبه، خوبه، این عالیه. این استقبال و این حمایت ها میتونه سکوی پرتاب شما بشه. میگم یعنی تبعات بعدی نداشته باشه. دکتر چه تبعاتی میتونه داشته باشه این؟ مگه شما خواستی این کارو بکنی؟ نه بابا، من روحم هم خبر نداشت. کاملا خودجوشه دیگه. خب ببین این الان میتونه قشنگ تیر خلاص باشه به رقبا. این ماجرا استیزا میتونه به نفع شما برگرده. فقط دکتر اگه رفتی اون بالا بالا آبی زحمت مارا ببرم خودت. حرفا چیه میزنی آقای نکبخت؟
هنوز چیزی معلوم نیست، همه چیز منوط به نتیجه استیضاح وزیره. خیلی خوب، من میگم این کاملا به نفع شماست. شما الان باید وارد یه فاز دیگه بشی، باید یه کار دیگر رو شروع کنی. چیکار کنم؟ ببین دکتر، ما الان باید رایزنی کنیم برای رأی اعتماد. بچینم برنامه‌شو. علل حساب یه دونه بکش. چی بکشم؟ بده بیرون. آره ماما، خونه است. ببین ماما، بشی چی نگفتم آگه کجا میرم، حواست باشه یه موقع سوتی ندی. خوب باشه مامان جان، باشه دیگه، سفارش نکنم. انتقاد به انتقاد نکنی یا از این جمله های انگیزشی هم واسه خودت تکرار کن. ماما اجازه میدی برم؟ خب کاری ندارم، برو به سلامت. آهان، چیزی رو که میخوای به دست بیاری از کسی التماس نکن. باش باشی باش، شما مراقب خودت باش. فقط هوای آقای دکتر ما رو خیلی داشته باش. باشه، اینقدر سفارش نکنم، تا قاطی میکنم. اوه ماما، صابخونه داره میاد اینجا. کی؟ صابخونه قراره بود دیروز برش پول بریزن. تو مگه پول جور کردی؟ نه جور نکردم هنوز. با سر خر کچ کن دیگه، سر خر کچ کن. اون پرچونه تو رو به حرف بگیر، از کار زندگی میمون. به فرشی زنگ بزن بگو درو باز نکنه. برو من زنگ میزنم. فراد با این کت شلوارت یه عکس بگیر برام ست کن. برو ماما قربونت برم. برو به سلامت. به سلامت. خب بگردیم دنبال فرشید لخم شید تو سراخ جم شید. ببینم بازم قایم کردید. سکن ببینم اینجا پا میزدی. تخون اول کلم تخ نگفتم اخه؟ نیزدارم فکر ما روش دیگه. همه تون به فکر خودتونید. مشاور املاک فرشید دستان، فرشید دستان، گچبری فرشید دستان، تراشکاری فرشید دستان، کوفت فرشید دستان. جونم آبجی، صابخونه؟ نه بابا خیالت راحت. نه با خر که نیستم، ما کارمون اینه صابخونه بیاد دم در در و وارد کنی. نوکرتم. چشم، مواظب خودت باشی یا نگران نباش. خداحافظ. حساب کن من ندونم تو صابخونه ای. فوق چاکرتی. مامان افق، من همین الان رسیدم. ببین همینجا برات عکس گرفتم. سلام مهندس. سلام. آقای فرهاد پولکی؟ با یک کلمه است که جان انداز. مهندس فرهاد پولکی. بله خودم. چی کار میکنی شما؟ ها؟ نگاه کنی چی کار کردی کتما؟ به شما میگه بچه؟ والا ما بچه بوده این کارا نمی کردیم. این چه کارا نمی کردیم؟ جواب بده. اکثرش کار داره. وایستا وایستا نگاه.
خودمون این کاره ای. بابا اشرف خانم با خودمون ختمی. بابا بچه ها ما دست شما چیکار کنیم؟ ما رو بیچاره کردین شما. توپمون افتاده تو حیاتتون. میشه بگیم؟ این دفعه توپتون رو بهتون میدم. دفعه بعد بیفته تو حیات توپ پاره است. آفرین. عالی بود. این پول دوتا چیپس و دوتا پفک نمکی. من آفرین. دستتون دردن. به نام خدا. عجب رو دستی زدین. این واقعا نشونه هوش شماست. سلام علیکم خانم صابخونه. کامل رو دست خوردم. علیکی سلام. اون یکیتون که فرار کرد. تو مگه میدونیسی منم در وا نمیکرد یا؟ نه غلط بکنم. برو آبجی تو صدا کن یه دم در کارش دارم. بله چه؟ نیستش آبجی نیست. گفتم برو آبجی تو صدا کن. من به جون خودم دروغ نمیگم. برین داخل رو بگردین. خونه نیست. چرا مستجره امروز با من اینجوری میکنن؟ ای سرم بامبول در میارن. شوهرم که مرده میدونم من یه زن بیوه‌ام. هر بلایی میخوان سر من میارن. ای من اذیت میکنم. خدا رحمت کنه همسرتونو. بلا نسبت این خانواده همشون غلط میکنن شما رو اذیت میکنن. مگه من مردم؟ برو به آبجیت بگو اگه امروز اسمس 10 تومن نیاد میرم با مامور حکم تخلیه میام. ما گردنمون همون نازکتر چشم. فرمایشات شما رو خدمت آبجی ابلاغ میکنم در اسرع وقت رسیدگی میکنه. در مورد اون مستاجرایی هم که میگن پول شما رو نمیدن خیالتون تخت. آخر برج به برج خودم جمع میکنم. فقط شما این فوتوکپیه اجاره نامه رو به من بده. آدرسشون هم توش از حل اونا. من قرار نبود 10 تومن بزن رو پول پیش. من در خدمتم. تو خودت اینجا اضافه ای. من اینجا رو به 2 نفر اجاره دادم. بابا من اینا به تو خدمات دادم. وا کدوم خدمات؟ اه الان رفتم پولا رو من قراره برم به تو. یعنی من در خدمتتونم. اینقدر پرچونگی نکن. برو یه کاغذ بیار آدرس رو یادداشت کن. یعنی شما بنده رو به یعنی من شدم کارمند شما؟ ده برو انقدر حرف نزن. واو چقدر اخم بهتون میاد. برو دیگه. چش خانم ببخشید دستشویی کجاست؟ انتهای سالن. وای چی کار کردی تو؟ من شانس ندادم. آخه بعد امروز اونم این موقع. نمیشه با این خوش نمیشه. آخ چی بود؟ ای بابا بابا اینجا هم خیسه که اعتماد به نفس داشته باش. مهندس پولکی اعتماد به نفس داشته باش. اعتماد به نفس مهندس مهندس خوش سوختم. خوش داقه داقه پولکی پولکی داقه داقه. آقا نکشم خوبم میکشم. دستشوی زنانه چی کار میکردی ها؟ بابا من کثیف شدم رفتم بودو خودم بشینم تمیز کنم. کوری؟ بی سوادی؟ تابلو گندگی نید یاره؟ بابا وقتی رفتم تو یه دفعه فهمیدم دستشوی زنانه اون دو نفر بدن جیغ کشیده. من چه میدونستم؟ نه رفتی خود خیس کردی رفتی دستشوی زنانه. آره اینجا بی در پیکرت. به من نگاه کن آقا. آقا من چی بی در با من حرف بزن. الان من یه صد در با شما حرف میزنم دیگه. به من نگاه کن آقا. دارم نگاه تو میکنم آقا. اینجا بی در پیکرت. سرت امداد پایین اومده تو. من اومدم دکتر شهری رو ببینم. یعنی که خودشون گفتم من بیام ببینم ایشون. کار چیه با دکتر شهری؟
من یه کار شخصی دارم. چه نسبتی داری با دکتر شهری؟ نسبت خاصی ندارم، من از آشناهام بودم. چطور کار شخصی داری و نسبتی هم نداری؟ خوزبلا تحویل من ند آقا. چی تحویلتون ندم؟ خوزبلا نخند آقا، جدی دارم مادر میزنم. بابا نت بزن. با شما دارم حرف میزنم دیگه. با دکتر چیکار داری ها؟ بابا به جون خدا اگه من دروغ گفتم شما همین وسط منو دار بزنید. شما زنگ بزنید دکتر شهری بپرسی. اسمت چیه؟ من فرهاد پولکی، مهندس فرهاد پولکی. فرهاد پولکی. یه زنگ بزن دکتر شهری. نه من یه دقیقه سی بچین اگه اسمم بگی شاید نشسته. چون طرف مادرم اسم مادرم باید بگید. مادرت؟ بله. اسم مادر چیه؟ آقا به شما چه ربطی داره اسم مادرم چیه؟ من خودم زنگ میزنم بهش میگم. به جون اروام راست میگم. اینه؟ بعدی. اینه؟ نه بذار بعدی. این که؟ این که کلونیه که بابا. کلونی که؟ جورج خودمون دیگه، جورج کلونی. بذار بعدی. اینه؟ اینا کلونی من، شاخ شمشاد من. خدا انشالله بهت ببخشدش. خدا هر کی داره براش ببخشه انشالله. خب کجا بودیم؟ تو اتوبوس. اتوبوس، اتوبوس. حالا آشغالم داشتم میگفتم او قدیما اتوبوس ها شب رو بودن، این ید خدا بیامرزم شب رو بود. اون شهریم که میرفت تا تهران 12 ساعت راه بود، 6 از حرکت بیکن 6 صبح میرسید. فقط هم خط اولجیه بندر عباس. نمیدونم بنده خدا چرا فقط همین یه خط تا این انتخاب میکرد. هر 2 روز در میون، 3 روز در میون، یه نصف روز می اومد به ما سر می زد. که از اون نصف روز نصف شب خواب بود. اون موقع هم که شوهر نداشتی؟ از اون لحاظ آره، ولی خب سایه سر که داشتی میگه. سایه که شوهر نمیشه دیگه. چی کار می کرد هاش خانم؟ چاره ای نداشت. چی؟ برگرد اقا. نشون می دی حواس من رو پرت می کنه. کجا بودیم؟ تو سایه. تو سایه. این 2 روز که نبود خون زندگی منو میسپرد دست امین فرهاد. میگفت از مادرت خوب نگهداری کن. خونم چی؟ سیریش میشد به من میچسبید. جمع نمیخورد. از شوهر بد. 100 رحمت به شوهر. چی؟ کجا میری مامان؟ با کی میری مامان؟ تا تحتوی ما رو در نگیری بلکن نیستی تو مامان. آره خلاصه که خیلی سخت، خیلی سخت. مدرسه‌ش هم که تموم می‌شد میومدم در موگا دنبال من، منو با خودش می‌برد خونه. بچه‌م خیلی به من وابسته بود، خیلی. خواستگارم داشتی؟ در دادم. بله نمی‌دونم 1 سال بود 2 سال بود بعد از مرگ خدا بیامرزیدی یه نفر پاپیش گذاشت. البته من نمی‌خواستم راه بدم. یه خدا بیامرز مادرم عموم خیلی اصرار کردن، گفتن خوب نیست تنها بمونی. گفتم بیام که چشمت روز بد نبینه. نمیدونی چه ها کرد. کی؟ امین فرهاد. چی کار کرد؟ هیچی کار مغازی بکنی. مرده رو با ماشین آتیش زد فرستاد هوا. خوب کاری کرد، دستش درد نکن. یه منم قید ازدواج رو زدم دیگه. ازدواج چیه؟ قباحت داره، کراهت داره. آدم تو این سن و سال دیگه باید دنبال قب بگرده. کی؟ من یا شما؟ جفتمون. لا، تا این مرا از نون خوردن اندازه دست بردار نیست. بگذر آج خانم، بگذر. سن فقط یه عدده. تنهایی اصلا خوب نیست. تنهایی فقط برازنده خداست. خیلی هم خوبه تنهایی. چشه؟ هیچ هم سخت نیست. نه آج خانم، اصلا. خدا هیچ کس رو بی پشت و پناه نکنه ایشالله. هیچ کس. دکتر با اجازه. برنامه شما رو ردیف کردم. 7-8 تا از رؤسای فراکسیون‌های مختلف مجلس هم گفتم بیان از اون گردن گلفتاشون رو. امشب؟ بله دیگه دکتر. خب ما دست نجام بودیم، رقبا عجله میکنن، ما عقب میفتیم. راست میگی. فقط در مورد موضوع که چیزی بهشون نگفتی؟ نه هنوز چی نگفتم. باید اول موضع اونا رو بفهمیم بعد موضوع رو مطرح. حرفتون درسته دکتر، ولی جسارتاً من فکر میکنم بهتره اول مزه دهن اونا رو بفهمیم بعد حرفمون رو بهشون بزنیم. خب اینم همونه دیگه. بله. جاش کجاست؟ جای کی؟ جای قرار دیگه. یه جای دنج خصوصی. نیکبخت جان خبرش نباید جای درس کنه، وگرنه جنجال به پا میشه. دکتر شما فکر من انقدر خاک بر سرم که بذارم کسی بفهمه؟ بعدم اگه خبرش درس کرد میگم مثلا یه دونه جلسه کاری در مورد همین وزارتخونه خودمون بوده. باشه بگو ماشین آماده کنن. من باید باشه. فقط تا ماشین آماده میشه شما یه دونه بکش. چی بکشم؟
یه نفس عمیق. برو آقای نیکبخت، برو شوخی نکن، کار داریم. برو. خسته نباشی. از اون امضای قشنگتون لطف می‌کنی. باشه. آقای رسولی مطابق قانون باید انجام بشه. فقط به چونه هر قانون. من خیالم راحت بشه. خیالت راحت. خودم میدونم. آقا به چون بلم کنید. کجا رفتید؟ دکتر. دکتر سبینا. دکتر. وای سبینا کجا رفتید؟ بلم کن. بلم کن. بلم کن. آقا دکتر کتفم کتفم. سبینا چی آقای مصوی؟ آقای دکتر تو دستشوی زنونه بود رفتن گرفت. رسید من خطر نکنه نگشت. کی هست آقا جان؟ آقای دکتر من مهندس پولکی هستم. نمیشناسم. من فرهاد پسر آفاق خانو. کی؟ با آفاق خانو پرستار مادرتون دکتر. آشناس آشناس آشناس. ولش کن آقا آشناس. آشناس دیگه آشناس دیگه. آقای دکتر ببخشید نمیتونم دست بدم. سلام علیکم. شو چقدر پاتون رسیدی آقا جان؟ دکتر یک ساعت فقط درگیر اینا. من به بالاخره خسته شدم. دستشوی زنانه چیکار می‌کنه؟ نه اون یه داستان داره براتون میگم. دستشوی زنانه چه داستانی داره؟ داستان در بلای دکتر. چی؟ دو ساعت دارم بازجویی می‌کنم یه مش خزبلا تحویل اومده ده. چی تحویل؟ خزبلات. میگه چرت و پرت. نه دیگه اشتباه می‌کنه. طرز برخورد با ارباب رجوع نیست آقا جان. زدی کتف جوان مردم ناکار کردی. دستشوی زنانه بود. حال کنید. شما نمی‌خواد دیگه چیز بشه، خیلی غیرتی بشه. بفرمایید. ناکار کردن جوان مردم. اینو بگیر آقا، بفرمایید آقای موسوی، بفرمایید. یواش یواش. بده من آقا جان. یواش. بیا ببینم کتفته. بله دکتر، بله بله. نجس که نیست، اینا نیست. نه دکتر، زبونم داری دست بزنید. دست بزنید. نه من جسارت نمی کنم. نه طوری نیست. طوری نیست. کتف دیگه گفتی. بله آقای دکتر، خوبه الان خوبه. نه بگو ببینم این ماشین قرمز تصادف کرد مال شما بود. اون قرمزه که نه، ولی کلا من ماشین ندارم. هیچی. رنگ رنگ شده و جا افته. خوب شد دکتر. تمرکز نکن شما. نه نه الان خوب شد. دستتون شفاست دکتر. خیلی ممنون. اما شما بشه. ببخشید آقای دکتر. یه چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم. راجع به اون قضیه که گفتین که من بیام خدمت. آها آها مادرتون. بیا ببینم برات میشه چیکار کنم. مادر گفت شما مهندسی خوندی؟ بله دکتر. به به چه حال چه رشته‌ای؟ من رشته کشاورزی خوندم دکتر. مهندسی کشاورزی. چه شاخه‌ایش؟ خب میدونید این هر شاخه‌ای ابعاد گسترده‌ای داره. مثلا تو خاکشناسی مرکبات، حبوبات، سیفیجات، سبزیجات تا هر چی که آت داشته باشه تا برق 3000 وات. چون شغلی مختلف هم تجربه کردم. خب بازار کارتون چطور؟ بفهم. بازار کارم دکتر به صورت روزانه است، یعنی جاذبهش خیلی خوبه. صبح نمیدونم چرا جذب میکنن و دم غروب دفع میکنه، یعنی دیگه ما رو لازم نیست. وزیر قبلی ها دکتر، خبر تصدی وزارت شما صحت داره؟ خود به شما صادر شده یا هنوز منتظر استیلای وزیر؟ اجازه برنامه‌تون برای اجازه بده بفرمایید. برنامه شما بوده وزارت خونه مت اینا همه شایع است و من کلا اینا رو تکذیب میکنم. شما معلومه کی حرفو زده؟ آقا بفرمایید. بفرمایید. آقای دکتر من چی من چیکار کنم؟ شما برو پیش معاون من آقای نیکبخت، من تماس میگیرم. باشه. الو مادر سلام. بله بله. آره مادر اینجا دیدمش الان مادر. الان من گیرم نمیتونم بگم مادر. تو هم که همیشه کار داری. من مصاحبه تلویزیونی زل گیرم. ببخشید جدا نظر شما در مورد استیضاح چیه؟ من حکم آقای دکتر صادر شده. برای این چیزی که ما از صبح تا حالا اونجا که این یه دیسی که خدا بعد سر شده من قلبم گیره. زنگ بزن بابا، زنگ بزن، من منتظرم دارم شور میزنه. خب بابا مامانی من واقعا لیزاز قبول شدم. مامانی آمن شهری فرزند کمال مامانی قبول کنه بابا. چی؟ بیا دهن تو شیرین کن. دست تو مامانی. آواخ جون! آواخ جون! بله 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 حالا جارم جارم. ای وای چی شده؟ جیغ بنفش کشیدی همه از دست من ریخت دیگه. ببخشید خب من قبول شدم. قبول شدی؟ به 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 به. پس با یه جشن افتادی. من ببینم. تا جشن بعدی شاد. چه جشن دیگه ای؟ اونو بکن. چه استخونم هستی تو؟ غذا مزه نمیخوری مگه؟ من تو این هفته 750 گرم اضافه وزن دارم. 750 گرم اما استخونه دیگه. نمیدونم جوونا چرا همه دوست دارن اسکلت باشن دوک. تو خوشگله ها. آفاق جو میشه خواهش کنم نهار رو امروز شما درست کنین؟ من با دوستام قرار دارم زود بعد برم. نهار میخوری میری؟ بله. پس من یه چیزی درست بکنم حداقل یه 2 کیلو گوشت بیاد اون 750 گرم استخون دیگه. آفاق جون فقط آب پس.
چشم چشم، فقط آبپز. بیمارستان دیگه منو آزاد، یکی آبپز میخوره. واسه حاج خانومم امروز استثناءن سرخ کرد. دستت درد نکنه جان. عجیب، واقعا عجیب که باید بخوره همیشه روز است، این که نباید بخوره دائم الافطار. افطار افطار افطار. فرهاد فرهاد پیامک، فکر میکنی کی پلاس میشی؟ باز پیرو جای خی زدم زد. چگونه چگوچونه پیژو 226 را ببندیم؟ سرچ کنسلش کن نیکبخت، کنسلش کن. هنوز هیچی نشده، این همه سرصدا به پا شده. فردا خبر همین جلسه درس کنه دیگه نمیشه جمعش کرد، همه فکر میکنن زیر سر خود من بوده. نخواستم بابا. بله چشم دکتر، حتما کنسلش میکنم. فقط جسارتن شما امروز بعد از ظهر کی تشریف میارید دفتر؟ زود میام. چطور؟ بگی من اومدم اینجا. بگی بشه. نه میدونی بخاطر که ما میخوایم این سالونی که برای تودی بازنشسته ها آماده بکنیم، بالاخره خوب بدون نظرات شما که امکان نداری همچین چیزی. بعد از نهار میام. آها بله بله بله. نهار تشریف. فقط جناب دکتر جسارتن شما آقای چیزو مهندس فرهاد پولکی. آقای پولکی رو میشناسین؟ از طرف شما اومدن؟ پولکی کیه؟ نمیشناسی؟ نه چرا؟ از آشنای مادرم. دکتر سلام، دکتر من پسر آفا خانومم. خوبی دکتر؟ دکتر پسر آفا خانوم هستن، مهندس فرهاد پولکی. آها آها آها، یه معرفی نامه برایشون بنویس، ویژه و سفارشی. بله چشم چشم. فقط جسارتم برای کجا؟ برای همینجا. نه با شما نبود. با من شما. بله دکتر با شما هستم. خب برای یکی از شرکت‌های تابعه وزارتخونه بنویس. نه 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 نه، فعلا تو اداره یه جا بهش بده تا من خودم بیام تصمیم بگیرم. بله بله چشم چشم، حتما حتما حتما. امری ندارید شما، سایتون کم نشه، لطفتون کم نشه، خدا نگهدار. یه جوری نشد. شما از آشنای نزدیکشونی؟ بله بله از آشناهاش هستیم. ببینید دکتر هر آشنایی رو اینقدر سفارش نمیکنه. دستش درد نکنه دکتر، از بزرگواریشونه. اینجور که متوجه شدم شما از طریق مادر آشنا هستین با ایشون. نه خیلی، نه ما اصلا هیچ نسبت مادری با هم نداریم. ما توی محلی میدونی جسارت نشه، یعنی مادرشون با مادرم نسبت دارن ولی خودشون نسبت به مادرم هیچی نداره، یعنی همه با هم. بله متوجه شدم. جناب پولکی شما جسارتا مدرک تحصیلیتون چیه؟ من مهندسی کشاورزی دارم. به به، دوست دارید که در بخش اداری و دفتری کار بکنید؟ هرچی که شما خودتون دوست دارید. شما کجا دوست دارید خودتون؟ همونجا برای من بنویسید. من اجازه دارم فرهاد جان صداتون کنم؟ ما مخلصیم. اگه مهندس فرهاد صدا کنیم بهتر، به گوشم آشناتر، اینجوری حرمت هم حفظ میشه تو اداره. مهندس فرهاد نسکافه میخوری؟ تو رو خدا اینجوری برخورد نکن، ما رو پررو میکنین اول کار. خواهش میکنم. بفرمایید.